با سلام مجدد خدمت شما عزیزان، به فصل آخر نامه اول پولس به تیموتائوس بالاخره رسیدیم. پیش از اینکه خود متن رو براتون بخونم و بعد روش صحبت کنم، میخوام از شما یه سوال بپرسم. خدا امروز به شما چه گفت؟ آیا تو گوشتون زمزمه کرد؟ داد کشید؟ ملایم گفت؟ چطوری گفت؟ آیا به صدای خدا گوش میکنی؟ آیا اون چرا که خدا میگه میتونید بشنوید؟ پولس در فصل 6 اینطور مینویسه: آنانی که غلامان زیر یوغ می باشند، آقایان خیش را لایق کمال احترام بدانند، که مبادا نام و تعلیم خدا بد گفته شود. اما کسانی که آقایان مؤمن دارند، ایشان را تحقیر ننمایند، از آنجا که برادرانند، بلکه بیشتر خدمت کنند، از آن رو که آنانی که در این احسان مشارکند مؤمن و محبوبند. و اگر کسی به طور دیگر تعلیم دهد و کلام صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق دینداری است قبول ننماید، از غرور مست شده هیچ نمی‌داند، بلکه در مباحثات و مجادلات دیوانه گشته است، که از آنها پدید می آید حسد و نزاع و کفر و زنون شر و منازعات مردم فاسد العقل و مرتد از حق، که می پندارند دینداری سود است. از چنین اشخاصی اعراض نما. لیکن دینداری با قناعت سود عظیمی است، زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ نمی توانیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک داریم، به آنها قانع خواهیم بود. اما آنانی که میخواهند دولتمند شوند، گرفتار میشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بی فهم و مضر که مردم را به تباهی و هلاکت غرق میسازند. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست، که بعضی چون در پی آن می کوشیدند از ایمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتند. ولی تو ای مرد خدا، از اینها بگریزید و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما، و جنگ نیکوی ایمان را بکن و به دست آور آن حیات جاودانی را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار. تو را وصیت می کنم به حضور آن خدایی که همه را زندگی می بخشد و مسیح عیسی که در پیش پونتیوس پیلاتوس اعتراف نیکو نمود، که تو وصیت را بی داغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح، که آن را آن متبارک و قادر وحید و ملک الملوک و رب الارباب در زمان معین به ظهور خواهد آورد، که تنها لایموت و ساکن در نوری است، که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند او را، تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین. دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازی نکنند و به دولت ناپایدار امید ندارند، بلکه به خدای زنده که همه چیز را دولتمندانه برای تمتع به ما عطا می کند، که نیکوکار بوده در اعمال صالح دولتمند و سخی و گشاد دست باشند و برای خود اساس نیکو به جهت عالم آینده نهند، تا حیات جاودانی را به دست دارند. ای تیموتائوس، تو آن امانت را محفوظ دار و از بیهوده گویی های حرام و از مباحثات معرفت دروغ.
نمیدونم چند نفر از شما تجربه سربازی رفتن رو داشتید. من خودم این افتخار رو داشتم که مدت 28 ماه برای جبهه سرباز تربیت کنم. وقتی که به صورت‌های جوان اونها نگاه می‌کردم و اون قیافه‌های بچه ننه و خامو می‌دیدم، تازه می‌فهمیدم که از من چه انتظاری داره میره. در عرض 3 ماه میبایست این بچه های خامو به مردایی تبدیل میکردم که بتونن سختی های جبهه های مختلف جنگ رو از کردستان گرفته تا فاف تحمل کنن. اون موقع جنگ ایران و عراق بود و این باعث میشد که من از صورت برادر فریدون دائم محبت داشته باش در بیام و براشون افسر هولناکی باشم که چند ثانیه دیر بکنن آخر هفته رو باید نگهبونی وایستن. البته که اوایل کار خیلی سخت بود، داد و هوار و خشونت زیادی رو در واقع می طلبید، ولی 2 هفته اول که می گذشت این بچه های خام آنچنان جا می افتادن که فرمان من براشون انگاری امر خدا بود. واسه این که براشون جا افتاده بود که اینجا دیگه به قول معروف خونه ننه نیست. می فهمیدن که تمام تلاشی که دارم می کنم اینه که اونها رو در جبهه های واقعی زنده نگه بدارم. هر بار که 800 نفر سرباز از یه گردان بیرون می رفتیم و در اون کشاکش نعره‌ها و فرمان‌ها، سربازایی که تحت فرماندهی من بودن اونچنون خودشون رو دیسیپلین داده بودن که صدای منو از میان همه اون فریادا خیلی خوب تشخیص می دادن و خیلی خوب بهش عمل می کردن. می پرسید این مطلب چه ربطی به متن امروز داره؟ اینکه ما شاهدان عیسی مسیح احتیاج داریم که یاد بگیریم به صداهای درست گوش بکنیم و بر اساس اون هم عمل بکنیم. اگر ما او رو فرمانده زندگی خودمون میدونیم، پس لازم هستش که خودمون رو اونطور دیسیپلین بدیم که صدای او رو از میان تمامی صداهایی که از دنیا به گوش ما میرسه تشخیص بدیم و بر اساس اون عمل هم بکنیم. سوالی که امروز میخوام بهش جواب بدم اینه: شنونده خوب بودن یعنی چی؟ شنونده خوب چگونه فردیه؟ شنونده خوب از دیدگاه خدا کی هست؟ و باور من بر این هستش که فصل 6 رساله اول پولس به تیموتائوس داره به این سوال جواب میده. از دید خدا شنونده خوب کسی هستش که 3 صفت، 3 کاراکتر درش متجلی هست. شنونده خوب از دیدگاه خدا 1 شنونده ایست فعال. شنونده خوب از دیدگاه خدا شنونده پویایی، شنونده فعالیه. کسی است که نه فقط گوش میکنه، بلکه آستین ها رو بالا میزنه و خودش رو درگیر میکنه. صرفا منفعل گوشه ای نمیشینه. چطوری؟ اینطوری. شنونده فعال شنونده ایه که خودش رو جهت این که بشنوه در جای صحیح قرار میده، در جای صحیح قرار میگیره که بشنوه. چی بشنوه؟ صدای خدا رو بشنوه. چگونه میشه صدای خدا رو شنید؟ بذارید به سادگی در یک کلمه بگم: با ایمان. در واقع کلام خدا داره به ما میگه که بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محاله. ایمان تا این حد مهمه. ولی فکر میکنید ایمان از کجا به دست میاد؟ خب رومیان 10:17 باز به ما میگه که ایمان از شنیدنه و شنیدن از کلام خدا. پس در مرحله اول خدا
از طریق کلام خودش صحبت میکنه. شنونده فعال کسی هستش که خودش رو در جایی قرار میده که کلام خدا رو به خوبی بشنوه و شنیدن کلام خدا هستش که ایمان شخص رو وسعت میده و وسعت ایمان هستش که باعث میشه رضامندی خدا رو تحصیل کنیم، چیزی که همه ما به دنبالش هستیم. سوالی که اینجا باهاش روبرو میشیم اینه که این جای صحیح کجاست؟ خب این جای صحیح امروز در این لحظه همین جاست که شما الان دارید از دهان من کلام رو میشنوید. شما نشستید، شما ایستادید و اونجا کلام رو میشنوید و میدونید که اینجا داره کلام خدا براتون عرضه میشه. وقتی که به کلیسا میرید کلام خدا رو در سرودهای کلیسایی و در دعاهای کلیسایی دام میشنوید، در دعاهایی که میکنید. ولی فقط همین ها نیست. میز صبحانه و نهار و شامتان هست، زمانی که به غذا میشینید، در سر کارتان هست، با کارهایی که مشغول میشید، در هر لحظه از زندگی روزانه ما عزیزان، ما اصول و حقیقت زندگی خداپسندانه رو از طریق زندگیمون، از طریق رفتارمون با همدیگه و با دنیا در میون میذاریم. همه جا جای صحیحی هست برای شنیدن کلام و شنیدن صدای خدا. ما احتیاج داریم که به صدای خدا گوش کنیم. شنونده فعال کسی هستش که به طور مداوم خودش رو در جایی قرار میده که صدای خدا رو بهتر بشنوه. دوم، شنونده فعال خودش رو در وضعیت صحیح قرار میده تا بشنوه. فقط جای صحیح نه، بلکه وضعیت و حالت صحیح هم. حالت صحیح این که شما کاملا حواستون جمع باشه و کلام خدا رو بی هیچ تعصبی گوش بکنید. من فرضم بر این هستش که همه شما که الان صدای منو میشنوید و منو میبینید لااقل از لحاظ فیزیکی حضور دارید، ولی از این هم باز مطمئنم که برخی از شماها از لحاظ فکری در اینجا حضور ندارید. فکراتون جای دیگریه. برخی از شما در اینجا شاید از لحاظ احساسی حضور ندارید. در بطن یک سری رابطه های به هم خورده و فرو ریخته دارید به سر میبرید. دلی دارید که نمیتونید ببخشید. و با همه اون چیزها امروز الان نشستید و دارید به حرفای من گوش میدید. شاید برخی از شما از لحاظ روحانی اینجا حضور ندارید. در واقع کلام خدا این مطلب رو به روشنی داره روش صحه میذاره که تا زمانی که روح خدا در شما نباشه شما حتی 1% از آنچه رو که اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم نمیتونید درکش کنید. پس خودمون رو در وضعیت و حالت صحیح قرار دادن یعنی اینکه انسان و تمامیت انسان جهت شنیدن کلام خدا حضور داشته باشه و بدون تعصب اینکه قبول کنید که خدا میتونه صحبت کنه و صحبت کرده و آنچه که داره او برای ما میگه در زندگی ما امری خواهد بود که کاملا مصداق خواهد. با این حالت میشنوید. خط بطلان بر این امکان نکشیدید که خدا میتونه صحبت کنه و بسیار با مورد هم با شما صحبت میکنه و زندگیتون رو تحت تاثیر قرار میده. عزیزان ما به خدای ایمان داریم که صحبت میکنه. مقدمتا از طریق کلام خودش که کتاب مقدس باشه صحبت میکنه، ولی از طریق زندگی های ما در شرایط مختلف هم صحبت میکنه و دائم ما رو به طرف خودش برمیگردونه و ما رو کمک میکنه که از طریق کلامش آن بنیادی رو که لازم هست جهت زندگی خودمون قرار بدیم.
بنیادی که کاملا متکی بر این امر که خدا کیه. آیا شنونده فعالی هستید؟ آیا به جهت شنیدن خودتون رو در جای صحیح قرار میدید؟ آیا تمامیت شما برای شنیدن حضور داره؟ آیا بدون هیچ گونه تعصبی دارید گوش میدید؟ آیا گوشاتون کاملا باز هست؟ آیا باور میکنید که خدا میخواد حتی همین امروز، همین الان چیزی به شما بگه؟ همین الان؟ شنونده خوب از دیدگاه خدا شنونده ایست فعال، و در اینکه شنونده فعال کی هستش به شما توضیح دادم. حالا شنونده خوب از دید خدا شنونده ایست تمییز دهنده، شنونده ایست تشخیص دهنده. منظورم چیه؟ شنونده خوب تمامی صداهایی رو که به گوشش میرسه از صافی رد میکنه، از صافی رد میکنه. در رابطه با این امر من میتونم سه مطلب رو بهتون بگم. شنونده تمییز دهنده به پیام‌آور صحیح گوش میده، به پیام‌آور صحیح. دوروبر ما رو پیام‌آوران زیادی با پیام‌های مختلف گرفتن، ولی شنونده ای که تمییز میده به پیام‌آور صحیح گوش میده. فکر میکنید پیام‌آوران صحیح کیستند؟ این متن در این رابطه داره به ما اینطور میگه: و اگر کسی به طور دیگری تعلیم دهد و کلام صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق دینداری است. پیام آور صحیح کیه؟ کسیه که کلام صحیح خداوند رو تعلیم میده و تعلیمیه که انسان رو به دینداری رهنمون میشه. پیام آور صحیح اینه. بعضی وقتا این پیام‌آوران از بالای منبرها صحبت می‌کنن، برخی مواقع در سالن‌های کلیسا در زمانی که افراد جمع شدن، حتی در سالن پشت و دارن قهوه می‌خورن، در کلاس درس بچه‌ها، بعضی وقتا در سر کار، بعضی وقتا از طریق تلویزیون، بعضی وقتا از طریق رادیو، و برخی وقتا از طریق رفتاری که شما هر جا که هستید از خودتون نشون میدید، و بسیاری از مواقع از طریق شیوه های زندگی که در منزلتون دارید. ولی همه اونها به یک جا ختم میشن: تعالیم خداوند ما عیسی مسیح هستند که انسان رو به دینداری واقعی هدایت میکنند. پیام‌آور حقیقی کیست؟ راستش رو بخواید در این متن بیشتر این مطلب آشکار میشه که پیام‌آور صحیح چه کسی نیست. پیام‌آور صحیح از چهار کاراکتر برخوردار نیست. یعنی کسی که پیام‌آور صحیح هستش، شما در وجود او، در شخصیت او چهار مورد رو نخواهید دید. پیام‌آور صحیح مغرور نیست. آیه چهار: به دنبال تمجید و تحسین ها و کف زدن های مردم نیست، به دنبال این نیستش که توجه مردم رو به خودش جلب کنه، بلکه میخواد که توجه مردم به عیسی مسیح معطوف بشه که تعالیم صحیح اوست که انسان ها رو به دینداری واقعی هدایت میکنه. پیام‌آور صحیح مغرور نیست. پیام‌آور صحیح فردی مباحثه‌گر هم نیست، کسی نیستش که باعث بشه که مردم به جون هم بیفتن. حقیقت مردم رو به جون هم نمیندازه، حقیقت انسانها رو از هم جدا نمیکنه، حقیقت انسانها رو از قیدها و اسارتها آزاد میکنه. پیام‌آور صحیح عصبی و خشمگین هم نیست. به زبانی که پولس در این متن داره ازش استفاده میکنه دقت کنید: از شخصی که از غرور مست شده هیچ نمیداند، بلکه در مباحثات و مجادلات دیوانه گشته است که از آنها پدید میآید حسد و نزاع و کفر و زنون شر و منازعات و
این اون چیزی نیستش که پیام انجیل قراره در زندگی مردم به وجود بیاره. پیام آور صحیح به دنبال پول و نفع مادی هم نیست. کسی که فکر کنه در این دینداری چیزی هم گیر خودش میاد. با توجه به اونچه که پولس میگه، میتونیم حالا خیلی واضح تشخیص بدیم که پیام‌آورانی که در اطراف ما دائم پیام‌های جسمانی و روحانی دارن تحویل میدن، آیا پیام‌آورای صحیح هستند که ما رو به دینداری واقعی هدایت کنن یا نه؟ من زیاد نگاه میکنم برنامه‌های تلویزیونی مسیحی رو، مخصوصا خارجی رو، و میبینم که در انتها همه چیز به یه چیز داره ختم میشه، پول. و این پوله که روش‌های روحانیشون رو تعیین میکنه. نمیخوام انتقاد بکنم، ولی در اینجا حقیقتا این مطلب رو باید گفت. ماها باید واقعا مواظب باشیم که به این شکل نباشه پیام ما به این شکل خودش رو نشون نده. شنونده، مخصوصا شنونده ی تشخیص دهنده، به پیام‌آور صحیح گوش میده. و در آیه 11 پولس داره اشاره به یک سری چیزهایی میکنه که باید از زندگی خودمون بیرون کنیم، و یک سری چیزهایی هم هستش که باید به زندگی خودمون داخلش کنیم. در آیه 11 داره میگه که ما باید از زندگی خودمون تمامی این چیزها رو بیرون کنیم، ولی تو ای مرد خدا، ای زن خدا، از همه اینها بگریز. از چه چیزهایی؟ از تمامی کسانی که در اطراف تو هستند و تعلیم صحیح خداوند عیسی رو برای تو بیان نمی کنن و در نتیجه تو رو به یک زندگی خداپسندانه و دیندار هدایت نمی کنن. این پیام آوران رو با تمامی پیام هاشون از زندگیت بیرون کن. در اینجا لغت به گریز اومده که اگه از نظر دستور زبانی به این کلمه در اصل یونانیش نگاه کنیم، میبینیم که طوری هستش که منظور از اون اینه که دائم در حال فرار باش، دائم در این حالت باش که آنها رو دائم از زندگی خودت بیرون کنی. این امر و انجامش از ما مقداری دیسیپلین و انضباط میخواد، اینطور نیست؟ با توجه به این همه پیام‌های چاخان و پیام‌آوران چاخان که در اطراف ما هستند و هر روز ما رو زیر رگباره پیام‌هایی که مطابق با تعلیم صحیح خداوند عیسی نیست گرفتند و دائم برون نیستن که ما رو به زندگی پدرپسندان هدایت کنن، البته که از ما دیسیپلین می طلبه که این چیزها رو از زندگی خودمون دائم بیرون نگه داریم. و در حالی که این چیزها رو از زندگی خودمون بیرون می کنیم، چیزهایی رو هم به زندگی خودمون داخل می کنیم. در واقع 6 فضیلت از تعلیم صحیح خداوند عیسی ناشی میشن که باید اونها رو دائم به زندگی خودمون راه بدیم. 6 کلمه بسیار مهم. اولیش عدالت و پارسایی. این کلمه یونانی که عدالت و پارسایی ترجمه شده، به زبان ساده یعنی این که انسان زندگی خودش رو مطابق با فرامین و انتظارات مقام برتر، مطابق با فرامین و انتظارات مقام حاکم بر زندگیش قرار بده، که البته در وضعیت یه فردی که ایماندار هست آن مقام برتر، آن حاکم برتر خداست. پس پارسایی، پس عدالت، یعنی زندگی مطابق با فرامین خدا. و تنها از طریق کلام خداست که میتونیم این گونه زندگی رو بشناسیم و بدونیم که این گونه زندگی چطور زندگیه. کلمه ای که دینداری ترجمه شده، به شکل عمومی خودش این معنی رو داره: زندگی محترم
محترمانه و یا زندگی که از نظر اخلاقی خوبه. ولی در اصلش، نه به شکل عمومی، در اصلش به معنی داشتن دلسوزی و شفقت نسبت به خداونده. ببینید، زندگی انسان نمیتونه از نظر اخلاقی صحیح باشه و صحیح بشه اگه انسان در دل خودش نسبت به خدا شفقت نداشته باشه. و این باعث میشه که در تمامی لحظات زندگی ما خدا حضور داشته باشه. و زمانی که خدا حضور داره، این منش در ما ایجاد میشه که جایی که خجالت میکشیم خدا رو با خودمون به اونجا ببریم، خودمان به اونجا نریم. برای اینکه نمیخواییم که خدا خجالت بکشه، بلکه میخواییم که او واقعا کیف کنه، او واقعا خوشحال باشه. پس باید عدالت و پارسایی رو وارد زندگیمون بکنیم و باید دینداری رو وارد زندگی خودمون. سوم چیزی که باید بیاریم به زندگی خودمون ایمان هست. لغتی که در اینجا ایمان ترجمه شده بیشتر به معنی یقینه، به معنی اطمینانه. انسان آنقدر از خدا مطمئن هست که 100% بهش اطمینان میکنه. و این یقینه که ما رو در هر شرایطی که باشیم کماکان استوار نگه میداره. فکر میکنید این یقین از کجا در ما به وجود میاد؟ از کلام خدا. عزیزان، زمانی که در کلام خدا میبینیم که خدا چطور و چگونه در زندگی مردم داره کار میکنه. چهارمین فضیلتی که باید به زندگیمون بیاریم محبته. در اینجا برای واژه محبت، همون واژه‌ای که همه شما بارها شنیدید به کار رفته، آگاپه، که در واقع به معنی تعهد بدون قید و شرط نسبت به خدا و دیگرانه. آگاپه این معنی رم داره، تعهد بدون قید و شرط به خدا و به دیگران. پنجمین فضیلت صبره، که در واقع بیشتر به معنی استقامت در مقابل شرایط و وضعیت‌های سخته. زمانهایی که انسان در زیر فشار امتحانات و وسوسه‌های مختلف قرار می‌گیره، نه اینکه اندکی استقامت کنیم، نه، مانند مته لازم هستش که مشکلات رو سوراخ بکنیم و از اون سو در بیاییم. یعنی اینکه در مقابل انسان‌های سخت و مشکل هم استقامت داشته باشیم. فکر میکنم که همه ما یک چنین چیزی رو در زندگی خودمون تجربه کرده ایم. و فضیلت ششم تواضعه. ببینید، همه این چیزهایی که تالا بهتون گفتم که باید به زندگی خودمون بیاریم محصول کلام خدا در زندگی ماست. ما رو لازم هستش که چیزهایی رو که مطابق با تعلیم صحیح عیسی مسیح نیستند از زندگی خودمون بیرون بکنیم. چیزهایی که در زندگی ما رو به دینداری واقعی راهنمایی نمی کنند. و اون 6 فضیلتی رو که براتون ردیف کردم، اونها رو اجازه بدیم که به زندگی ما وارد بشن. این 2 کار رو باید دائم در زندگی خودمون انجام بدیم و اجازه بدیم که انجام بگیره. شنونده صحیح به پیام آور صحیح گوش میده و به پیام صحیح. شنونده صحیح با وضعیت فکری صحیح گوش میکنه. اون چرا که دارم اینجا میگم واقعا خیلی مهم. در زندگی روحانی ما هم برای من و هم برای شما مهمه. اونی رو که آیه 12 در کلماتش برای ما مطرح میکنه، جنگ نیکوی ایمان رو بکن و به دست آور آن حیات جاودانی را که برای آن دعوت شده ای و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار. در اینجا
اینجا دو مطلب هستش که باید بخش مهمی از زندگی روزانه ما باشه. در این که چطور گوش کنیم، جنگ نیکوی ایمان رو بکن. ما رو لازمه که بدونیم که آنچه که به گوشهای ما سرازیر میشه در این زندگی، در وضعیتی که جنگی هست داره به سوی ما سرازیر میشه. جنگ نیکو کلمه‌ایه که نه از زبان جنگی بلکه بیشتر از زبان ورزشی و مسابقات در واقع گرفته شده. مثلا اگه میخواستم که به زبان امروزی اینو بهتون بگم، میتونستم فرض از مسابقه فوتبال منچستر یونایتد و چلسی مثلا براتون صحبت کنم، یا استقلال و پرسپولیس. خب خیلی از مواقع این تیم‌های قدر وقتی در مقابل همدیگه قرار می‌گیرن، می‌دونن که این مسابقه و نبرد از اونها چی می‌طلبه و در انتها قراره چه چیزی به دست بیاد. برای همینم فکر خودشون رو روی اون متمرکز می‌کنن و بارها شاهد بودیم که چطور بالاخره بعد اون که مسابقه پرشور به انتها میرسه، اونها در واقع به دست میارن اون حاصلی رو که به خاطرش اینقدر تلاش کرده بودن. و آن چیزی که اینها رو محرکه بود برای اینکه تلاش بکنند، میبینیم چی هست؟ آن چیزی هستش که در انتها منتظره. ولی در عین حال اینم میدونن هر دوتای اونا که از این فقط یک نفر برنده قراره بیرون. جنگ نیکوی ایمان رو بکن. بذارید یه مثال عملی از زندگی خودمون براتون بیارم. چند سال در زندگی ما بوده که به خاطر باور کردن یک سری دروغ‌های مذهبی زندگی خودمون رو به دنبال چیزهای بیهوده کشیدیم. در آن موقع البته که نبردی وجود نداشت، در آن موقع ها این ما بودیم که منفعل هر دروغی رو که میشنیدیم میفرستادیم تو. ولی الان یه نبرد درگیره. الان که متوجه هستیم که دروغ چیه و حقیقت چی هست، میدونیم که یه نبرد و دائم تلاش میکنیم که حقیقت رو در درون خودمون ساکن کنیم. نبرد واقعی عزیزان اینه، این که ما دائم دروغ ها و چخان ها رو کنار بزنیم و دو دستی حقیقت رو بچسبیم. و چقدر این کلام پولس رو در قرنتیان 10 دوست دارم که میگه ما باید هر فکری رو به اطاعت مسیح اسیرش بکنیم. نبرد اینه و از هر کدوم از ما انتظار میره که در این نبرد بجنگیم، جنگ نیکوی ایمان رو بکنیم و به دست آوریم اون چه رو که جاودانیه. این لغت به دست آور در زبان یونانی خیلی جالب، در واقع چسبیدن و ول نکردنه. و این حیات جاودانی که پولس داره میگه بعد مرگ نیست، در آینده هم نیست، همین الانه. من همین الان چیزهایی رو محکم میچسبم که ابدی هستند. با وضعیت فکری صحیح گوش دادن یعنی اینکه دائم اون چه رو که میشنویم ابدی ها رو از چاخان ها جدا کنیم و به ابدی ها محکم بچسبیم، برای اینکه این ابدی ها هستن که مهم هستن. و بعد پولس ادامه میده به اینکه در این زندگی اغلب دنبال چیزهایی میدویم که هیچ کدومشون تا به ابد پایدار باقی نمیمونن. پس این فکر دائم در شما باشه که به اون چه که ابدی هست بچسبید.
چه چیزی در زندگی شما امروز هست که تا جاودان باقی خواهد ماند؟ میدونید چیه اون؟ اشیا نیستش، مردمه، چیزها نیستش، روابطه. اینها چیزهایی هستند که از ابدیت تا به ابدیت کماکان باقی خواهند ماند. شنونده خوب از دیدگاه خدا سه. شنونده ایست که پشت پیام به معتبر بودن پیام آور هم توجه داره. به آیه 14 نگاه بکنید. پولس میگه تو وصیت را بی داغ و بی ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح. کدام وصیت؟ کدام امر رو؟ همون امری رو که در موردش این همه پولس صحبت کرده، تعالیم صحیح خداوند عیسی رو که انسان رو به دینداری رهنمون میشه. در اینجا واقعا لازمه که این رو در مد نظر داشته باشیم. اون چه که پولس در آیه 3 گفت، امر و وصیت و فرمان، اونها امر و وصیت و فرمان پولس نبود، امر و فرمان عیسی مسیحه. واسه ما این خیلی مهم هستش که بدونیم چه کسی از ما چه چیزی رو داره طلب میکنه، برای اینکه نحوه گوش کردن ما اگر اینو بدونیم نسبت به حرف او فرق خواهد. اگه شما که الان نشستید و دارید حرفای منو گوش میدید، اگه دائم تو فکرتون این باشه که بابا این حرفایی که برادر فریدون داره به من میگه از خودشه، اون موقع شما به حرفای من به شکل متفاوتی گوش خواهید کرد، تا اینکه بدونید که اون چرا که دارم من به شما میگم در واقع خداست که داره با شما صحبت میکنه، برای اینکه من دارم کلام اون رو به شما میگم. این فقط مهم نیستش که چه چیزی گفته میشه، اینکه این سخن از دهن چه کسی خارج داره میشه هم خیلی مهمه. شنونده خوب همیشه به افراد معتبر گوش میده. چقدر لازم هستش ما وقتی که گوش میدیم این منش در ما باشه که خداوندا این تو هستی که داری این مطلب رو از من میطلبی، این برادر فریدون نیست، این تو هستی که داری با من صحبت میکنی. مارتین لوتر در این رابطه میگه که کسی که به خدا داره گوش میده که در حال فرمان دادن هستش، چطور میتونه در مقابل خدا از حرمت و احترام و حتی دهشت مملو نشه؟ خداوندا این تو هستی که میگی من باید زنم رو تا به حد جان دوست داشته باشم، این تو هستی که میگی و این رو از من داری میخوای، این تو هستی که از من میطلبی که فرزندامو به خشم نیارم بلکه اونها رو با محبت و انضباط تربیت کنم. خداوندا این تو هستی که داری میگی که صلیبمو بردارم و به دنبال تو روان باشم، تو هستی. شنونده خوب نه فقط معتبر بودن گوینده رو در نظر داره، بلکه به اعتبار حرف هم دقت میکنه. آیا این چیزی که تا به حال شنیدم با شخصیت خدا و طریقی که خدا کار میکنه مطابقت داره یا نه؟ لازمه وقتی که میشنویم این سوال رو از خودمون بکنیم، خصوصا بسیاری از آنچه که خداوند گفته از زبان خادمین او در زندگی که با هزاران مشکلات و ضعف ها دارن دست و پنجه نرم میکنن. باید ببینیم که این حرفایی که داره گفته میشه با خدا مطابقت داره. به آیات 1 و 2
نگاه بکنید، پولس در اینجا به شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان داره نگاه میکنه، به مسئله بردهداری در قرن اول. قبل از اینکه این دعایه رو بخونم، بذارید یه بحث کوتاهی رو در اینجا داشته باشیم. خب مسلمه که بردهداری بده، واقعا هم بده که انسانی زندگی فردی دیگر رو کنترل کنه. خدا در مورد بردگی چی میگه؟ اینکه حالا که شما برده‌ها ایماندار شدید انقلاب بکنید، بر اساس متنی که خوندیم این گفته نمیشه، اینو میگه. اونهایی که غلامان زیر یوغ میباشند، آقایان خودشون رو لایق کمال احترام بدونند که مبادا نام و تعلیم خدا بد گفته بشه. ولی کسایی هم که آقایانشون مؤمن هست، ایشان رو تحقیر نکنند، از آنجا که دیگه برادر هستند، بلکه بیشتر خدمت کنند، از آن رو که آنهایی که در این احسان در واقع شرکت دارند مشارکند، مؤمن هستند، محبوب هستند نزد خدا. میگه آقایان رو لایق کمال احترام بدانند، حتی اگر عملا لیاقت هیچ احترامی رو ندارند. میدونید چرا؟ برای این که بدین شکل نه نام نه تعلیم خدا بد گفته بشه. این سخن با طریقی که خدا داره کار میکنه مطابقت داره، اینطور نیست؟ برای اینکه خدا نمیگه که تو را از هر شرایط و وضعیت بد و منفی بیرون خواهم آورد، نه، میگه که من آن شرایط و وضعیت بد و منفی رو عوض خواهم کرد و آن را خوب و مثبت خواهم کرد. و این کار رو هم راستشو بخوایی از خودتو شروع خواهم کرد. این اون کاری که خدا داره میکنه و ادامه داده و میگه که شما برده ها که آقایان مؤمن دارید، تازه باید اونها رو خیلی بیشتر و بهتر خدمت کنید، برای اینکه دیگه شما آقا و برده نیستید، برادرید. این سخن هم با طریق خدا مطابقت داره، برای اینکه کار خدا با چیزهای ابدیه و میخواد این مطلب رو درک کنیم که مسئله دارایی و نداری نیست، مسئله انگیزه های ماست. آیه 6، دینداری با قناعت سود عظیمیه. یه روزی تلویزیون یکی از اون برنامه های خانم افرا وینفری رو داشت پخش میکرد و مطلبی که در اون روز به خصوص مورد بحث بود روی خانم الین دی جنرس بود که برنامه های فکاهی تلویزیونی نیم ساعته موفقی رو یه زمانی داشت و یه روزی در برنامهش رک و راست به دنیا اعلام کرد که هم جنس بازه. خانم افرا بارها در تلویزیون اعلان کرده که مسیحی هست، ولی در اون برنامه بخصوص در این رابطه به طرفداری از خانم الین واقعا حرفای چاخانی زد و خب اونا هم تماشاچی داشتن. بالاخره یه دختر 15-16 ساله دست بلند کرد و در حالی که معلوم بود که در مقابل دوربین یه ذره هول کرده و داشت آب دهنشو قور میداد، اینجوری گفت: افرا، شما چطور در مقابل این مسئله موضع اینجوری میگیرید؟ حال اون که خیلی خوب هم میدونید که خدا در کلام خودش در رابطه با این نحوه امیال و زندگی چه حرفایی زده. افرا با این حرف این دختر خانم معلوم بود که قدری عصبی شده، تنش به وجودش نشسته و یه عده دیگه از تماشاچی ها هم همینجوری شده بودن
ببینید برمیگرده به این دختر چه جوابی میده. مسیحی که من میپرستم به هیچ وجه سخنی محکوم کننده و یا کنترل کننده در رابطه با انتخابهایی که مردم در زندگی و شیوه زندگی جنسیشون دارند نخواهد گفت. مسیحی که من میپرستم و با این حرفی که ایشون میزنند یهویی احساس میکنی که انگاری دو تا عیسی وجود داره، یکی این عیسی که از آسمان اومد و معتبره و دیگری آن عیسایی که این خانم افرا داره برای خودشونو ساخته و از داره از تلویزیون اونو مطرح میکنه. و البته میدونید که اینجور مواقع تماشاچی ها به چه کسی گوش میکنن. عزیزان ما لازم داریم که به دنبال اعتبار حرف ها هم باشیم. آیا خدا در رابطه با با شیوه زندگی من چیزهایی برای گفتن داره؟ البته که داره، خیلی هم داره و میخواد که ما رو به طرف قدوسیت هدایت بکنه. خدا مهربانی و شفقت خودش رو در رابطه با افرادی که در مشکلات و ناراحتی ها قرار دارن از خودش دور ننداخته، ولی در این حال حقیقت رو هم دور ننداخته. لازمه که این مطلب و زمانهایی که داریم گوش میدیم به خوبی به یاد داشته باشیم. خیلی ها به حرف افرا در اون روز گوش دادن و گفتن بح، مسیح تو رو بیشتر از مسیح اون دخترک میپسند. و همینطور لازم هستش که به کاربرد آن چی که میشنویم هم توجه داشته باشیم. لازمه هر جا که میاییم و کلام خدا رو گوش میکنیم از خودمون سوال کنیم، حالا که این کلام رو شنیدم میخوام در این رابطه چی بکنم؟ یعقوب این مطلب رو خیلی عالی داره بیان میکنه. میگه لکن کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود رو فریب میدن. برای اینکه اگه کسی کلام رو بشنوه و عمل نکنه مثل شخصی هستش که خودشو نگاه کرد در آینه و رفت و فوراً فراموش کرد که چجور شخصی بود. ایمان سری، صدای خدا رو شنیدم، با من صحبت کرد، انگوش بر جاهای مختلف زندگی من گذاشت، در آینه به وضوح دیدم، ولی به محض اینکه از آن مکان رفتم همه رو فراموش کردم. ما در کلیسا صدای خدا رو شنیدیم ولی به محض اینکه ازش اومدیم بیرون و وارد ماشینمون شدیم که به خونمون بریم یهو شروع کردیم با همسرمون مباحثه کردن. حالا تازه مباحثه این که آقا خونه نهار بخوریم، پیش کسی بریم، چیکار بمونیم، یه چیزهایی که اصلا ارزش رو نداره. یا به محض این که رسیدیم به خونه جلوی تلویزیون تلپ شدیم که مسابقه فوتبال تماشا کنیم و یه همه چیز رو فراموش کردیم. بیاید این کار رو نکنیم. وقتی که خدا با ما صحبت میکنه لازم هستش که در رابطه با اون کاری انجام بدیم. لکن کسی که بر شریعت کامل آزادی چشم دوخت، یعقوب ادامه میده، و در آن ثابت ماند، او چون شنونده فراموشکار نمی باشد بلکه کننده عمل، پس او در عمل خود مبارک خواهد بود. یعقوب فصل 1 آیات 22-25. تازه لغت مبارکی که یعقوب داره اینجا میگه که در عمل خود مبارک خواهد بود لغت جالبیه، یعنی نزد خدا ثروتمند خواهد بود. اگه ما به کلام خدا گوش دهیم و آنچه رو که از ما لازم میاد انجامش بدیم در هر کاری که بکنیم مبارک خواهیم بود، در نزد خدا ثروتمند خواهیم. منزل ما ظاهر دیگری خواهد داشت، حضور خدا درش دیده خواهد شد،
کار ما ظاهر دیگری خواهد داشت، حضور خدا در آنجا خواهد بود، زندگی شخصی ما صورت دیگری خواهد داشت، از حضور خدا پر خواهد بود. شما چی؟ آیا شنونده خوب هستید؟ امروز خدا به شما چه گفت؟ خدا همین الان به شما داره چی میگه؟